سلام، وقت بخیر. در این ویدیو روی یک کفش دیگه براتون نقاشی میکنم، اما این دفعه میخوام از شابلون استفاده بکنم. شابلون وسیله‌ایه که شما خودتون میتونین درستش بکنین یا بیرون سفارش بدین با برش لیزری براتون برش بزنن، و با این کار میتونین کارتون رو خیلی ساده تر بکنین. و اگر دوست دارین که از این طریق کسب درآمد بکنین، میتونین تعداد خیلی زیادی کفش رو به این شکل نقاشی کنین. لطفاً با من همراه باشید. نیلوفر آهنگری هستم و اینجا حوزه نقاشیه. اگر از دوستانی هستید که هنوز ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً این کار رو انجام بدین و زنگوله رو هم بزنین. در رابطه با ابزار نقاشی روی پارچه و قلم موهایی که باید استفاده بکنین، در یک ویدیو مفصل توضیح دادم. حتی در انتهاش شستن قلم مو رو هم توضیح میدم که لینک این ویدیو رو این بالا براتون میذارم، اگر دوست داشتین بهش مراجعه بکنین. اما لیست وسایل رو در قسمت توضیحات همین پست براتون میذارم که اگر احتیاج به توضیحات کامل ندارین و با رنگ پارچه آشنا هستین، میتونین بهش مراجعه بکنین. بهتره که کفشی که روش کار میکنین پارچه ای باشه اگر رنگ هاتون معمولی هن. ولی اگر رنگ چرم دارین یا رنگ پارچه ای دارین که میشه روی چرم باهاش کار کرد، میتونین از چرم طبیعی یا چرم مصنوعی هم استفاده بکنین. برای تهیه کفش های ساده ای که بتونین روش نقاشی بکنین، من یه لینک توی قسمت توضیحات براتون میذارم. اگر دوست داشتین میتونین به این صفحه سفارش بدین و تهیه بکنین. حتی اگر عمده هم بخواین تهیه بکنین و از این طریق کسب درآمد بکنین، میتونین بهشون سفارش بدین. خب من دیگه صحبتو کوتاه بکنم، بریم آموزشمون رو شروع کنیم. در مرحله اول لازمه که طرحمون رو آماده بکنیم که بعد این رو به صورت شابلون برش میزنیم. من روی یک کاغذ A4 فرم کفشم رو کشیدم به این صورت که کاغذ رو گشتم روی کفش، حدودش رو مشخص کردم و بعد پررنگش کردم. بعد داخلش طرحی رو که میخوام به صورت شابلون آماده کنم رو میکشم، که این طرح بهتره که جوری باشه که بتونین برش بزنین و تو قسمتایشو خالی بکنین، خیلی طرح شلوغ انتخاب نکنین. اگر هم از خود طرح من بخواین استفاده بکنین، لینکش رو تو قسمت توضیحات براتون میذارم، میتونین دانلود بکنین و روی کاغذ A4 پرینت بگیرین. بعد از اینکه طرحم آماده شد، یه تلق میذارم روش و با خودکار خطوطم رو پررنگ میکنم که بعد این رو میخوام برش بزنم. بعد فرم کفش رو هم با خودکار میکشم که بتونم دورش رو ببرم. بالاتر هم آماده شد، با قیچی دور تا دورش و اضافه هاشو میبرم که راحت بتونم روی کفش این رو نصبش بکنم. برای برش تر هم من از یک کاتر قلمی استفاده کردم. کاترهای قلمی نوک بلندی دارن، به خاطر همین راحت میشه باهاشون این کار رو انجام داد. اگر که این رو نداشتین، میتونید با کاتر معمولی اون اولش رو یه خطی بندازین. اگر شد ادامه بدین که این کار رو بکنین. اگه ندیدین سخته، میتونید بقیهش رو با قیچی در بیارین. ولی برای هر کدوم از این برگ‌ها اول باید یه برش با کاتر بندازین که بعد بتونین ادامهشو با قیچی ببرین. اصلا نباید از طرحمون خارج بشیم، تو همون حدود طرحمون باید برش بزنیم. توی تمام برگ‌ها رو خالی می‌کنیم. دقت کنین که اون قسمت وسط که اتصال بین برگ‌ها هست رو خالی نکنین، چون تلقتون دیگه خیلی پخش میشه و بعد کنترلش سخت میشه. اما تو قسمت ساقه اون دومش رو اگر خواستین میتونین در بیارین، که اونم باز اگر در نیارین موردی نداره، یه ساقه است دیگه، با قلمو میکشیمش. اگر قسمتی رو از طرحتون خارج شدین، موردی نداره، بالاخره کاتر دیگه، ممکنه کنترلش از دست آدم خارج بشه، دوتا چسب شیشه‌ای این طرف و اون طرفش میزنین و اون لبه رو دوباره ایجاد میکنین. حالا میرم سراغ رنگ ها. من یه مقدار رنگ زرد، قرمز یا سرخابی و یه مقدار رنگ آبی
قاطی میکنم. حالا من الان اینجا سبز زدم، اگر آبی زدین یه مقدار زردش رو بیشتر بگیرین که به یه همچین سبز خونسایی برسیم. با یه گوشه از همون رنگی که داشتم یه مقدار زرد و قرمز بیشتر قاطی میکنم که یه رنگ آجوری هم این کنار برام درست بشه. من هر دو اینا رو میخوام استفاده بکنم. یه مقداری ثبات دهنده رنگ با رنگتون قاطی بکنین که کمک میکنه که رنگ روی کفش بیشتر تثبیت بشه و دوام بیشتری داشته باشه، که من اینجا دارم باهاش قاطی میکنم. یه کوچولو بهش بزنین و رنگتون رو دوباره هم بزنین. بهتر روی کفشتون با مداد طرحی رو که میخواین رنگامیزی بکنین اول مشخص کنین، بعد رنگ بذارین. خیلی ریسک نکنین که همینجوری رنگ رو بذارین روش. من اولش این کار رو انجام دادم، بعد دیدم که بهتره که با مداد طرح رو بکشم که دیگه با خیال راحت کارم اجرا بشه. من خودم راحتم که رنگ رو با قلم تخت بذارم روی کار. کلن برای نقاشی رو پارچه با قلموی تخت خیلی راحت تر هستم. پیشنهاد میکنم که شما هم قلموی تخت استفاده بکنین. برای این کار یه قلموی پهن کافیه، چون این دایره ها و منحنی ها رو میخواییم فقط رنگ آمیزی بکنیم و قسمت برگی که میخواییم بکشیم رو که کلن با شابلون اجراش میکنیم. خب من طرحم رو با مداد مشخص کردم، این قسمت جلوشو دلم میخواد یه رنگ آجوری بزنم. شما میتونید هر کدوم از رنگا رو مثلا جابجا بکنید، جای دیگه ای استفاده بکنید. منحنی بعدی رو من دلم میخواد که یه رنگ روشن‌تر بزنم، یه مقداری سفید باهاش قاطی میکنم و کنارش استفاده میکنم. همونجور که میبینید من از همون رنگ هایی که دارم استفاده میکنم و هی مقدارشون رو کم و زیاد میکنم برای اینکه همشون از یه خانواده باشن و یه ترکیب رنگ جالبی توی کار برام ایجاد میکنن. این یکی منحنی رو هم شروع میکنم رنگ کردن. دقت بکنید که هیچ جایش رو خالی نذارید. همونجور که میبینید من کامل با قلموم روی پارچه میکشم تا رنگ کاملا نفوذ بکنه توی پارچه. خیلی حجم رنگی زیاد ندین که خیلی روی کفشتون برق نندازه. از طرفی هم رنگ رو کم نذارین که اون پارچه زیرش خیلی مشخص نباشه. بعد از این رنگ میرم سراغ منحنی بعدیم. ترجیح میدم که سبزم هم یه مقدار روشن‌تر باشه. یه مقداری سفید باهاش قاطی میکنم و یکم از همون تثبیت کننده رنگ استفاده میکنم و دوباره یه منحنی دیگر رو شروع میکنم رنگ کردن. کاملا رنگتون رو هم بزنید که خیلی قلمبه قلمبه نباشه. همونجور که میبینیم یه منحنی دیگر رنگ میکنم. یه مقداری هم اگر بیاد تا جلوی کفشم که یه ذره از روی کفش اون سبز معلوم بشه بهتره، بنابراین یه تیکه دیگرش هم رنگ میکنم. رنگ ها کاملا سلیقه‌ای استفاده میشن، ولی بهتره که مثلا یه رنگ پر رنگی که تو کارتون استفاده شده تنها نباشه، یه جای دیگه هم ازش یه کوچولو استفاده بکنید، که من یه منحنی دیگه به این شکل رنگ کردم. بعد دیگه حالا یه مقدار تمیزکاری میکنم و میرم سراغ لنگه بعدی. توی لنگه دیگه کفشم اول با مداد طرحش رو مشخص میکنم. ببینید من میخوام طرف دیگر رو هم همین رنگ قرینه مثل لنگه اولی بزنم و اون برگی رو که با شابلون آماده کردم روش چاپ بکنم. همونجور که میبینید من منحنی هایی که سمت راست هستن رو به صورت قرینه سمت چپ میکشم. میتونه طرحتون قرینه هم نباشه، میتونه یه طرف کوچیکتر باشه یه طرف بزرگتر باشه، مخصوصا که چون داریم یه طرفشو شابلون میزنین و برگ میزنین که دیگه اصلا کلن طرحتون همینجوری نامتقارن هست. اگر سایز منحنیاتون یا شکلشون هم با هم فرق بکنه مشکل ایجاد نمیشه. من میبینید از اون طرف هرچی اندازه میزنم میارم این طرف منتقل میکنم. من نخواستم براش الگویی بکشم، ولی شما میتونید برای کارتون الگو داشته باشین، الگو رو منتقل بکنین و ازش استفاده بکنین. بعد از اینکه لنگه دیگر رو هم همینطور رنگ آمیزی کردم به صورت قرینه،
یه مقدار رنگ قهوه‌ای رو با یکم رنگ مشکی قاطی می‌کنم که قهوه‌ای یکم تیره تر بشه. حالا طلقم رو که باهاش شابلون درست کرده بودم روی کفش قرار میدم و با چسب کاغذی نصبش میکنم. دقت بکنین که طلقتون کامل روی کفش فیکس شده باشه و از هر طرف بهش چسب بزنین که تکون نخوره موقع رنگ گذاشتن. رنگی که درست کردم رو با یه تیکه ابر روی قسمت هایی که بازه به صورت ضربه‌ای میزنم. ببینید ابر رو من روش نمیکشم. اگر بکشین ممکنه قسمت های دور برگتون از تر خارج بشه. رنگ رو بذارین روش، با ابر ضربه‌ای بزنین و بردارید. مواظب باشین که طلقتون تکون نخوره. اگر به هر دلیلی این تکون خورد، طرحتون به هم ریخت یا مثلا یه ذره فرمش عوض شد، هیچ اشکالی نداره، مدیریت بحران کنین. در لحظه میتونین تصمیم بگیرین که چیکار بکنین. طلقتون رو که از روی کفش برداشتین، میتونین با قلم و هر جایی که خراب شده رو اصلاح بکنین. من بعد از اینکه رنگو زدم، بهتره که مثلا یه دقیقه به کار فرصت بدم که یه ذره خوشو بگیره. بعد طلق رو برمیدارم و بعد میتونم با قلمو قسمت هایی که مثلا ساقه است، اون وسط محل اتصال برگ هاست، با قلمو اون خطش رو مشخص بکنم. اگر جایی از برگاتونم که خراب شده یا مثلا از طرح بیرون زده، با قلمو میتونین اصلاح کنید. بعد از اینکه کارتون تموم شد، تقریبا یک روز به کارتون استراحت بدین که رنگ قشنگ توی اون پارچه نفوذ بکنه و بعد از این کار باید پارچه رو اتو بکنی. حالا با چه شرایطی؟ یه پارچه میندازم روی کفشم و با اتوی دمای 140 تا 150 درجه بدون بخار. ببینید مهمه که بدون بخار باشه، حالا دماش خیلی مهم نیست. کار رو به مدت 3-4 دقیقه اتو میکنم هر دو لنگه رو. امیدوارم براتون مفید باشه. اگر هنوز سابسکرایب نکردین، لطفا این کار رو انجام بدین و زنگوله رو بزنین. کفش دیگه ای رو هم که قبلا نقاشی کرده بودیم به صورت دستی، لینکش رو براتون گذاشتم، اگر دوست داشتین اون رو هم ببینین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.